سلام و درود خدمت همه بچه‌های خوب یوتیوب فارسی و همه عاشقان سیگار. آقا ما دوباره برگشتیم و این قسمت با نقد و بررسی سیگار مگنای قرمز در خدمتتونم که البته متاسفانه طبق عادت هر سری انگار ما باید این مشکل داشته باشیم. یه دور ویدیو گرفتم ولی ویدیو حذف شد، یعنی که اصلا ضبط نشد در گوشیم و اینا. فکر کنم با ویدیوی بالای 20 دقیقه این گوشی مشکل داره و کلا فایلش رو میپرونه. به هر حال دیگه دیدم هوا روشنه و فعلا فرصت هست، گفتم که سریع یه دور دیگه ویدیو رو بگیرم. هرچند که واقعا دوباره کشیدن این سیگار واقعا میشه گفتش که اصلا حق هیچ آدمی نیستش، یعنی که واقعا سیگار یعنی نخ قبلی رو که کشیدم واسه ویدیو به نظر من بس بود، بعد دیگه گفتم دیگه تا اینجا اومدیم و ویدیو گرفتیم و فلان این حرفا، دیگه گفتم که جهنم و ضرر دیگه، یه نخ دیگه هم فوقش میکشیم ولی ویدیو رو در میاریم. به هر حال ویدیو قبلی پاک شد ولی امروز در خدمتتونم با یه بسته سیگار مگنای قرمز که میشه گفت ماگیمای قرمز که روش نوشته 15 تومن ولی من به قیمت 20,000 تومن خریداری کردم و اینکه سیگار سنگینیه، مثلا قطرانش 12 میلی گرم و نیکوتینش هم 1 میلی گرمه، یعنی که توی سنگینی از بهمن سنگین تره ولی طبق گفته پاکت از وینستون و عقاب یه خورده سبک‌تر به نظر میرسه، ولی این فقط از رو پاکتشه، یعنی که اصلا گول اعداد و رقم رو نخورید. این سیگار احتمالاً از وینستون و عقاب هم سنگین تره. ولی به هر حال قبل از اینکه بریم تو کار سیگار، من یه سازوکاری برای حمایت مالی برای کانال در نظر گرفتم و اونم اینه که رفتم یه کارت به اسم خودم گرفتم که توش بشه دونیت کرد و احتمالاً که شما که همین الان دارید این ویدیو رو می‌بینید این زیر براتون شماره کارت رو نوشتم. این کارتم به اسم خودم هست و برای حمایت مالی در کانال در نظر گرفتمش و اینکه اگر دوست دارید سیگاری رو مد نظرتونه که دوست دارید تو کانال ببینید توسط من نقد و بررسی بشه، ساده ترین و ایزی ترین راهش اینه که حمایت مالی بزنید و سیگاری که مد نظرتونه از بقیه سیگارا جلوتر بیفته و اینکه دمتون گرم و مرسی بابت همه حمایت تا اینجا و کامنت های خوبتون. و اما بریم سراغ سیگار مگنا. این سیگار مگنا که من قبلا بازش کردم و برخلاف عرف کانال قبلا بازش کردم و یه نفع ازش کشیدم پشت پای همین ویدیو، سیگاری به شدت سنگین با نقش و نگاری که روی فیلترش داره تداعی کننده سیگار وینستون عقاب هستش، با این فرق که این پایین فیلترش نوشته شده مگنا، حالا روی سیگار وینستون نوشته وینستون ولی اینجا نوشته مگنا. این سیگار ساخت همون شرکت وینستون سازه، یعنی شرکت جی تی آی اینترنشنال ایران و تحت لیسانس کجا؟ تحت لیسانس سوئیس تولید میشه، واسه همین هم پاکتش سوئیسیه و مقوایی نیست، البته ربطی نداره ولی به هر حال حتما سوئیسی ارتباطی با سیگاره پاکت ساده و غیر مقوایی داره. به هر حال سرتون رو درد نمیارم، این سیگار توتونش بی نهایت نرمه، بوی توتون ازش میشه گرفت خوبی و تقریبا همه چیز این سیگار تداعی کننده یه نخ سیگار وینستون عقابه یا همون وینستون های پاکت قرمز و اینو من نخ قبلی که کشیدم بهش رسیدم که شاید واقعا هیچ فرقی بین این سیگار و سیگار وینستون قرمز نباشه. به هر حال بعد سیگار رو کشید و تست کرد و بریم بکشیمش ببینیم که چه جور سیگاریه. البته من که کشیدم، بریم بکشیمش ببینیم که شما ببینید که چه جور سیگاریه.
سیگار مگنا قرمز رو هم من تا حالا نکشیده بودم حقیقتش. سیگار مگنا کشیده بودم ولی سیگار مگنا سفید بود و اصولا هیچ وقت سراغ سیگار مگنا قرمز من نرفته بودم جز امروز. زمین روی فیلترش هم نقطه چین و خط و اینا نداره، یعنی که سوراخی برای تهویه هوا در برای این سیگار رو هم نظر گرفته نشده و همون دودی که سر سیگار میسوزه همون دود وارد مجرای تنفسی میشه. کیفیت ساخت این سیگار به نظرم یکم پایینه و دلایل خوبی هم براش دارم. اول از همه این که کاغذش به شدت دماش بالاست، یعنی که توی دمای خیلی بالای کاغذش میسوزه که همین باعث میشه که دود سیگار به شدت دود داغی باشه که وارد بدن میشه. و حالا کشیدن این سیگار رو به خصوص توی فصل گرما و تابستون اصلا پیشنهاد نمیکنم، یعنی که اصلا سیگار خنکی نیست و خیلی بیشتر جنبه آتشی داره و ضمن این که دودش هم به شدت خشکه، یعنی با اینکه توتونش نرمه، یعنی آدم دست میزنه توتونش نرمه و کاملا فشرده میشه، ولی وقتی روشنش میکنید میکشیدش یه دود به شدت خشک و جرمداری رو به شما تحویل میده که قشنگ داغشو توی گلوتون احساس میکنید. و در مورد تماعتش نظر خاصی ندارم، تقریبا میشه گفتش که تماعتش همون وینستون عقابه، با این تفاوت که یه خورده طعم سیگار مگنا قرمز یه خورده طعم تند و تیزتری داره که ممکنه حالا به مذاق بعضی خوش بیاد به مذاق بعضی خوش نیاد. من خودم بخوام بگم اصلا طرفدارش نیستم و به نظرم تو این سیگارای ته قرمز همچنان به من حرف اول و آخر رو میزنه و دودش واقعا عذابه، یعنی که کشیدن این سیگار واقعا دردآوره، واقعا زجرآوره و دود به شدت هارشی داره، دود یعنی اصلا دود نرمی، اصلا کام نرمی به شما نمیده. قشنگ نمونه کامل یک سیگار کارگری و یک سیگاری که یک راننده تریلی باید بکشه. حالا اخیراً که والا ما هرچی راننده تریلی دیدیم دستش این اسینازوکا بوده، ولی احتمالاً راننده تریلی های 40-50 سال پیش احتمالاً انتخاب اول و آخرشون همین سیگار مگنا قرمز بوده و واقعاً هم حق دارن. این سیگار واقعاً سنگینه و واقعاً دودش اشک آدم رو در میاره، مخصوصاً من که ویدیو قبلیم پاک شد و نخ دوم رو که دارم میکشم بسی حواسم باشه تا به ده نرسیده یه دور ویدیو رو پاز میکنم دوباره میزنم که پاک نشه. خب این سیگار به شدت هارشیه و با تماعتی شبیه وینستون عقاب. کشیدنشو به هیچ وجه توصیه نمی کنم چون انتخابای خیلی بهتری از این سیگار مگنا قرمز تو بازار هست، برای مثال بهمن، یعنی شما میتونید بهمن قرمز بکشید جای این چه کاریه، ولی به هر حال بعضی حالا خیلی ساده که دارن مگنا میکشن و مشتری خاص خودشو داره، بهتره گفت بهتر بگم، ولی به هر حال این سیگار با میل من یکی نیستش، یعنی من اصلا با این سیگار حال نکردم و به نظر من که سیگارهای خیلی بهتری تو بازار وجود داره، میخوام نکشمش، دودش خیلی هارد شد، دودش واقعا آدم ها اذیت میکنه. به هر حال سیگاری نیستش که به تفریح بخواد سراغش برید، سیگاریه که بعد حتما جزء قشر کارگر و قشر میشه گفتش که
زحمتکش جامعه باشی تا بتونی سیگار بچسبه احتمالاً. حتما یه خاصیتی داره، حتما خستگی رو آدمو رفع میکنه. حالا من که 10 سال سیگار میکشم، تا حالا خستگیم با کشیدن یه نخ سیگار از بین نرفته حقیقتش، ولی احتمالاً جزء اون سیگاراییه که خستگی آدمو رفع میکنه. برای همین هم هستش که بیشتر پرطرفدار تو بهش زحمت کش. و تو دادن این سیگار واقعا ظلمه، یعنی که اگر این سیگار رو میکشید سعی کنید که زیاد اینهیلش نکنید، یعنی که وارد ریه‌تون نکنیدش، سعی کنید چسودش کنید، چون واقعا سنگینه و پدر مجرای تنفسی رو در میاره. این سیگارم تموم شد خدا رو شکر. و این بود نقد و بررسی سیگار آتیشی مگنای قرمز، که حالا ما بهش میگفتیم ماگما، یعنی که به خاطر صرفا به خاطر کاغذش. و البته ما مگنای سفید بیشتر میکشیدیم و هیچ وقت پیش نیومد که مگنای قرمز بگیریم، ولی کلا سیگار سنگینیه و اینکه این دمای سوختش هم به شدت بالاست، باعث میشه که دوده به شدت هارشی داشته باشه و اینکه جرم دودش هم بی نهایت زیاده، یعنی که قشنگ میشه حس کرد، حتی تو همون یکی دو نخ که آدم میکشه قشنگ قابل حسه که داری یه ضربه‌ای به بدنت انگار وارد میکنی با کشیدن این سیگار. لابد من پیشنهادش نمیکنم، حتی تفریح هم سمتش نرید. و اینکه خدا از اونی که این سیگار رو به من معرفی کرد نگذره، احتمالاً 5 سال از عمرم کم شد با کشیدنش. و اینکه خلاصه که نکشید دیگه، کلا سیگار نکشید، ولی اگر هم سیگار میکشید سیگار مگنای قرمز خواهشن نکشید، سیگار خوبی نیست. و تو نقد و بررسی من جایی ندارم، من جایی نمیبینم که بخوام اینو سیگار رو بذارمش، چون نه از وینسون آقا بهتره و نه از بهمن دودش نرمتر. یه چیزی بینابین وینسون آقا و سیگار بهمن قرمز، ولی حتی با اون بینابینیش هم میشه گفتش که این هارش بودن دودش یه خورده با اعصاب میره و تو نمره دهی به نظر من تأثیر داره که اصلا جالب نیست. به حال این بود تست و نقد و بررسی سیگار امروز. بازم میگم اگر دلتون میخواد که سیگاری مد نظرتون هستش که دوست دارید زودتر تو کانال ببینیدش و کلا سیگاری برای پیشنهاد دارید که دوست دارید نقد و بررسی ویدیو نقد و بررسیش بیاد، از حمایت مالی حتما دریغ نکنید. یه بار دیگه شماره کارتو اینجا براتون مینویسم. و اینکه حتما اگر امکانش هست فیشو چیزشو برام بفرستید، حالا اگه آپ میکنید حالا یا فیش یا هر چیزی برام بفرستید که توی کانال بذارم که باشه دیگه بچه کی حمایت کرده کی حمایت نکرده. حالا شفافیت مالی کلا فصل انتخابات بالاخره لازمه که ما توی شفافیت مالی حرفی برای گفتن داشته باشیم. به هر حال مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. این بود ویدیو امروز و نقد و بررسی عذاب الهی به نام مگنای قرمز. خواهشان سعی کنید که کمتر سیگار بکشید یا اگر میشه اصلا نکشید، چون که واقعا سیگار ارزش رو نداره و خیلی برای سلامتی خطرناکه. حالا بعضی ها ممکنه که پشت گوش بندازن این حرف رو بیارن که بگن که تو خودت هم داری سیگار میکشی، اصلا در جایگاهی نیستی که بگی نکش و اینا، که همش درسته، ولی من خودم سعی دارم که دادی سیگار رو ترک کنم، که قدمی که در این راستا برداشتم این بوده که سیگار کمتری در روزمره مصرف میکنم، سعی کردم که سیگارم تا حدودی کنترل کنم مصرفمو و امیدوارم که روزی برسه که هیچ کدوم از ماها، مخصوصا افراد قشر جوان جامعه، هیچ کدوم اون سیگاری نباشیم، که البته آرزوی دور و درازیه، به خاطر اینکه چند وقت پیش خوندم که تعداد افراد سیگاری تو کشور از 48,500,000 نفر تجاوز میکنه، که زنگ خطر به شدت بدیه و امیدوارم که توی
20 تا 30 سال آینده با سونامی بیماری های مرتبط با سیگار مثل سرطان حنجره و سرطان ریه و کلن چیزهای بعدش سعی کنیم که مقابله کنیم. و همونطور که همیشه همه پزشکا و همه کلن از قدیم همیشه گفتن اینه که پیشگیری بهتر از درمانه، و به نظر من هر کدوم از ما به عنوان یک فرد سیگاری بهتره که به فکر باشیم که مصرف سیگارمون رو در درجه اول به حداقل و در درجه دوم ترکش کنیم. که حالا من خودم سعیم بر این بوده که به 10 سال نرسه مصرف سیگارم، ولی اینجور که سرنوشت برامون برز زده کارتامونو احتمالا میرسه، که اصلا چیز خوبی نیست. و حال این بود ویدیوی امروز، سرتون رو زیاد درد نمیارم. مرسی بابت همه حمایتتون، لایک و کامنت و سابسکرایب و اینا. دمتون گرم که کامنت های خوبی میذارید بعضی وقتا، و ماجرای جالبی هستش که تو کامنت ها معمولا قابل خوندنه و چشم آدمو خیلی روشن میکنه نسبت به یه سری مسائل. به حال دمتون گرم که حمایت میکنید و حمایت مالی هم براتون گذاشتم. و دیگه این که سراغ این سیگار آشغال هیچ وقت نرید، لطفا مگنا نکشید، و اینکه همیشه سالم و تندرست باشید و از دخانیات به دور. این بود ویدیو امروز، فعلا خداحافظ.